موقعی صبح از خواب پا میشم اصلا نمیتونم، یعنی تخت منو میکشه نمیذاره من به موقع بیدار شم، نمیتونم اون صبح سحرخیزی رو داشته باشم، با اینکه کارم هم صبحه و خیلی عاشق صبح هم، ولی بیدار میشم ولی نمیتونم از تخت بیام بیرون. آها. نمیدونم اصلا، و اینو از وقتی که من یادم میاد این مسئله بود که من خیلی سخت میتونم از تخت بیام بیرون. به من بگو ببینم صبح که از خواب پا میشی چه انگیزه، اون چیزه چیه؟ من کارمه، ولی دوباره اون کاره اونقدر نیست که من تا چشم باز میشه از تخت بپرم پایین، دوباره میگم ولش کن میخوابم، بعد دوباره هی بیدار میشم. و آخرهای هفته که من استاک مارکت رو میخونم و کلاس های شما هست، من که خیلی استاک مارکت رو دوست دارم، با این که عاشق اون هستم بازم میگم آخر هفته بلش کن بخواب، نه یعنی نمیکشونه منو، یعنی نمیشه که چشم باز بشه از تخت بپرم پایین. هیچ وقت تو این قضیه نشستی عمیق؟ بله. چی اومده برات؟ چیزی... من یه صحنه ای دارم، یه چیزی دارم توی کودکی میبینم. یه ذره این عمیق تره. اون چیزی که من میبینم تخت خواب معنیش امنیت، الان وقتی که من بیرون میرم ناامنی، کشته شدن، مورد حمله قرار گرفتن، یه چیز اینجوری میبینم، معنی میده؟ دقیقا درسته. چون من خودم یه تخت گرفتم خیلی بزرگه و این چی پشتش، بعد داشتم موفش میکردم، همسایه میگفتم کمک کن چون خیلی سنگین چوبیه، گفت چرا انقدر این بزرگه، گفت بهش گفتم بهم حس امنیت میده. گرفتی؟ بله سوده جون. واو. بعد اون موقع که بچه بودی بیرون چقدر ناامن بود، الان برای تو این کلیک خورد، تخت خواب امنیته، بیرون ناامن، و معلومه من تو جایی که بتونم میخوام توی تخته باشم. پس تو الان برای رو چی کار کنی؟ روی امنی، حس امنیت بودنم که بیرون امنه. بیرون امنه. تا بیرون امن نشه تو مجبوری که در واقع این تختت، من چون تصویری میبینم تخته مثل در آغوش مادر بودنه، در آغوش خدا بودنه برای من. یه جوری میگم من اینجا واقعا امنم و اینجا من در آغوش خدا هستم، اصلا نمیخوام برم بیرون. کی میخواد از آغوش خدا در بیا؟ گرفتی؟ بله سودی جون. اوکی. پس بیرون امنه، بیرون خبری نی. ممکنه که یک زمانی این معنی بوده، ولی بازم برمیگردی به ذهن. نه دیگه. تو هنوز داری با همون شخصیت قدیمی داره صحبت میکنه. پس از امروز گفتم که وقتی هیچ بهانه ای نیست، یعنی که تو دیگه الان پرنت پدر مادر این بچه هستی دیگه، به این میگه یه موقعی امنیت نبود، ولی الان که دیگه ها